ظهوراتی که ما میذاشتیم، سازماندهی که میکردیم، در واقع جمعی که همدیگر رو میشناختیم و هم زنگ میزدیم و یک کاری میکردیم. مثلا این پلاکارتی که دست من هست خود من نوشتم، ولی خود زنها در واقع خودجوش بود، برای اینکه جامعه ایران حدود بیشتر از 1,000,000 کارمند دولت داشت، یعنی در آموزش پرورش و جاهای دیگه، و همه نسل ما مطمئن فکر این که زندگی که کرده بودیم مسئله حجاب اصلا برامون معنی نداشت، و زنها در واقع اسپونتانی ریختن. هر کسی که بگه من نقش رهبری یا نقش سازماندهی داشتم کاملا بی خوده، برای اینکه تمام جلسات زنان و سازمانهای زنان داشت به وجود میمد. خود من در گنده ترین ارگانیسمی که اسم اتحاد ملی زنان بود خب جمع میشدیم، زنهای بیشتر نزدیک به فدایان خلق. وقتی اینا گفتن که حجاب اجباری و زنها ریختن، و بعدش هم تو این تظاهرات پنج شیش روز یک هفته طول کشید علیه حجاب، و خمینی عقد نشینی کرد، رفتیم مثلا تلویزیون، رفتیم پلوی طالقانی، و آدم های سیاسی رو، اونایی رو که داشتن قدرت می گرفتن، در واقع وادار کردیم که موضع بگیرن. ولی همون زمان گروه های در واقع گروه های فشار که از پایین شهر می اومدن و سازماندهی می شد با یک جناح افراطی که بعدن به قدرت رسید، اینا می اومدن و حمله می کردن. ما روز 8 مارس مثلا بعد از تظاهرات توی دانشگاه جلسه داشتیم، تمام توی آنفی پلی‌تکنیک آمدن تمام برقا رو قطع کردن و ما شمع روشن کردیم و ادامه دادیم. اما مسئله حجاب سیاسی بود، برای اینکه بهانه‌ای بود. اگر توی اون فیلم کوتاهی هم که دوستای من درست هستش کاملا، شعرا سیاسی یه مقدار زیادی، بیشتر از اینکه خواستای زنان مطرح بشه. این داستان 8 مارس، سازماندهی در واقع از طرف انجمنهای زنان برای اتفاقاتی که در هفته مارس، یعنی یه هفته‌ای طول کشید تا اینکه گفتن حجاب اجباری نیست. حجاب اجباری در واقع در تیر ماه توی ادارات اجباری شد و در کوچه و خیابون از موقعی که جنگ در گرفت اجباری شد. چهار سال طول کشید حجاب اجباری که واقعا به افراد توی خیابون هم حمله کنن. توی اون روزها تمام مدارس، تمام دانشگاه، تمام کارمندا، خود من توی تلویزیون بودم، مثلا با بچه های تلویزیون اومدیم، من کارمند تلویزیون بودم اون موقع، بچه های تئاتر، اینا همه آدمایی بودیم که همدیگر میشناختیم و تشکل نداشتیم. منتها چون شرایط اعتصاب قبل از انقلاب تو تمام سازمان ها و ادارات، جمع های کوچیک با هم دیگه شکل گرفته بودم، مثلا من توی شورای اعتصاب تلویزیون بودم، یعنی هم ولی برای اعتصاب و برای بعدش، برای این خیلی راحت میتونستیم با هم تماس بگیریم. و برای همه تظاهرات، یعنی تظاهرات که قبل از انقلاب وجود داشت و بعدش، به جز مسئله زنانم، برای مسائل بسته شدن روزنامه ها، برای همینا، در تمام تظاهرات زنان که از روز 5 مارس در واقع شروع شد، توی این یک هفته همه توی از جلوی دانشگاه شروع می شد. مثلا روز 5 مارس ما توی دانشگاه جمع شدیم، رفتیم به طرف ستاد فدایان که ما رو نپذیرفتن، نمیدونستن چیکار کنن، و رفتیم بعد به طرف مدرسه رفاه. خب از اونجا را می افتادیم، بعد روز بعدش را افتادیم مدرسه رفاه که جای خمینی بود، جای خمینی بود، بله بله، و نزدیکای بهارستان و اینا که بودیم، در واقع گفتن که هی اومدن گفتن که بریم. در تمام این تظاهرات از روز اولی که شروع کردیم، همیشه یه عده خیلی کوچیک، چون گروه های فشار کوچیک بودن، منتها چون خشن بودن، روزای حمله به زنان هم چیز نداشتن هنوز، بعدن خشن‌تر شدن که زنجیر داشتن میچرخیدن و با زنجیر، نمیدونم دیدی یا نه، حتما دیدی، اون موقع میمدن وسط تظاهرات میچرخوندن، همه اصلا پرت میشدن بیرون و میافتادن، بعد با کارتای موکتبوری حمله میکردن. اینا واقعا لاتو لوتو بودن.
که سازماندهی می شدن. بعد اون وقت یه عده جوان حزب الله هم بودن که به هر حال به نظر من مشکلات سن خودشون رو داشتن مثل جوان های همه دنیا که حمله می کردن. اون تا از روز اول تو صفا، بعد اون وقت اینا عکس های چیز رو می آوردن. حالا روز اول که می گفتن به ما میگفتن هم روسری هم توسری، و بعد هم میگفتن که سوسولا فوفولا دست نزنین علنگواتو میشکنه، بعد ما عکسای مثلا زنای لخت و بیکینی و اینا رو میآوردن میگفتن میخواین اینجوری بشین شما همتون فاحشه هستین. اون چیزایی که بعدن توی کمیته ها و زندون ها در واقع رواج پیدا کرد برای تحقیر زنان که هنوزم به یه شکلی ادامه داره و تبدیل شده به فرهنگ عمومی، اینا توی کوچه این کارا رو میکردن. و البته مثلا بچه این همین موتور سوارا هم وجود داشتن که معلوم نبود این موتور از کجا اومد. اگر بچه ها تنها برمیگشتن دخترها رو مثلا توی پایین شهر دنبال میکردن و اذیت میکردن، برای اینکه یک جو عمومی وجود داشت. مثلا توی دانشگاه من یادمه تمام توی پلی‌تکنیک ساعتها زنها داد میزدن باید نباید، چون خمینی کلمه باید رو به کار برده بود، گفتم باید نباید، یعنی یه جو عمومی وجود داشت که هیچ کس هیچ بایدی رو قبول نداشت، هیچ کس نمیتونست بگه باید. Il faut ou il faut pas. C'est nous qui choisissons. Et c'est nous les femmes qui